سرخط خبرهای افغانستان و جهان، معرفی صدها نامزد پارلمانی به سورنوالی. تخطی های این نامزدان بالاتر از صلاحیت کمیسیون سمع شکایات است. کمیته قناعت معترضان انتخابات پارلمانی، آیا این کمیته می تواند قناعت نامزدان را حاصل کند؟ سوی استفاده از واژه های مدنی و بشری، کرزی در غرب زیر عنوان آزادی خواهی و در شرق زیر چتر اسلام. و در ادامه برنامه، آغاز طولانی ترین سفر خارجی رئیس جمهوری آمریکا اوباما در بمبئی. اجازه خاموش شدن مشعل آزادی را به کس نمی دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقتتان بخیر، به اولین مجموعه خبری امشب از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 15 عقرب سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 6 نوامبر سال 2010 میلادی. در نیم ساعت خبر، تازه ترین گزارش های افغانستان و منطقه و جهان و ورزش و گزارش از تبادله ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل تقدیمتان می شود. پیش بخش این مجموعه خبری را با من همت الله میثاق دنبال کنید. معرفی صدها نامزد پارلمانی در آغازین گزارش. کمیسیون شکایت های انتخاباتی صدها نامزد انتخابات ولسی جرگرا به لوی سورنوالی معرفی کرده است. بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی نشان داده که این نامزدان متهمند که در جریان انتخابات اعمال را مرتکب شدند که رسیدگی به آن از صلاحیت این کمیسیون نیست. از سوی دیگر، کمیسیون شکایت انتخاباتی آرای 25 محل انتخاباتی را به دلیل تخطی و تقلب باطل اعلام کرد. قاسم رحیمی. در حالی که همه منتظر اعلام نتایج نهایی انتخاباتند، کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید تأخیر در اعلام نتایج نهایی بهتر از بی‌عدالتی است. به گونه‌ای به شکایت رسیدگی بشه که هم عادلانه باشه، هم در واقع کسانی که مرتکب تخطی ها و تخلف های فاحش شدن نتوانند به پارلمان افغانستان راه پیدا کنند. فکر میکنم اگر از این منظر به قضیه نگاه بکنید، مردم بیشتر جانب این را خواهند گرفت که اگر چند روز معدود تأخیر در اعلام نتیجه پیش بیاد، بهتر از آن است که ما یک کار شتاب زده ای را انجام بدیم که خدای ناکرده در موردهای نتانیم قضاوت عادلانه بکنیم. به نظر می رسد با بررسی های تازهی که می سونه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، نتایج نهایی انتخابات با تأخیر اعلام شود. کمیسیون شکایت های انتخاباتی 413 نامزد را بنابر اتهام های جرمی به لوی سورنوالی معرفی کرده است. پس از این، لوی سورنوالی مسئولیت بررسی دوسیه های نامزدان را بر عهده دارد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که 62 عضو ولسی جرگه و شماره از نامزدان پیروز در نتایج ابتدایی انتخابات نیز در جمع کسانی هستند که به لوی سورنوالی معرفی شدند. نامزدان زن نیز به لوی سورنوالی معرفی شدند، اما شمار آنان انگشت شمار است. نو تخطی ها عبارت از پر کردن صندوق به نفع شخص بوده است، اعمال نفوذ بوده است، استفاده از کارت های جعلی رای دهی به منظور رای دادن بوده است. کسانی که زیر سن واجد شرایط بودن رای دهی قرار داشتن رای داده هستند. کسانی دخیل هستند که در ایجاد ناامنی های خود ساخته سهیم بودند تا راه برای تقلب باز بشوند. همچنین عدم مطابقت میزان رای هست که در ورقه نتیجه رای دهی یک تعداد از رای رسانده شده است، در حالی که در داخل صندوق وقتی بررسی شده است به همان میزان رای وجود نداشته است. این تنها بخشی از کار است. مقام ها در کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گویند که کار بررسی بیش از 2000 شکایت به پایان رسیده است. بر اساس این بررسی ها قرار است در روزهای آینده نام های شمار دیگر از نامزدان پیروز از فهرست برندگان حذف شود. فهرستی که ما به لوی سورنوالی محترم فرستادیم در مورد نامزدان متهم به تخلف، که ما بخش تخطی هایش بررسی میکنیم، از احتمال بعید نیست که این تخطی ها بر روی نتیجه ابتدایی تأثیر گذار باشه، چنانکه تا حالا هم تأثیر گذار بوده است. انتظار می رفت که نتایج نهایی انتخابات در اواخر همین ماه اعلام شود،
اما اکنون رسیدگی به اتهام های نامزدان از سوی نهادهای عدلی و قضایی زمان بیشتر را در بر می گیرد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که کمیته مخصوصی را برای بررسی اسناد و شواهد نامزدان معترض در شوکات کمیسیون انتخابات ایجاد کرده است. هدف از ایجاد این کمیته قناعت نامزدان معترض و بازنده انتخابات پارلمانی که ادعاهای برندگی را دارند خوانده می شود. اما برخی از نامزدان معترض ایجاد این کمیته را کارساز ندانسته و آن را مخالف قانون انتخابات می دانند. کریم سروش گزارش می دهد. کمیسیون شکایات انتخاباتی حدود 10 نفر از نامزدان از جمله برخی از اعضای ولسی جرگه را به دلیل تقلب در انتخابات به سارانوالی معرفی کردند. مسئولان در کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی اتهام نامزدان معرفی شده را سنگین خواندند. اما برخی از نامزدان معترض انتخابات پارلمانی این اقدام را سازمان یافته و توهین به شخصیت این نامزدان می خوانند. چنین شایعات هم سازمان یافته میشه. ما مرجعیتی را میفهمیم که از کجا است. آنقدر که ما پشت تقلب و درغلی را گرفتیم که باید مرتکبین یدی به چنگال قانون سپرده شود. ما خواهان عزیزیم. این یک تقلب گسترده است، سازمان یافته است، حتی کوشش میکنه که به شخصیت وکلای نامزد هم در اینجا اینا صدمه وارد کنند. کمیسیون انتخابات میگوید که کمیته مخصوصی برای نامزدان معترض انتخابات پارلمانی ایجاد کرده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفتگویی با تلویزیون نگاه گفت که هدف از ایجاد این کمیته قناعت نامزدان معترض و بازنده انتخابات است. هدف از این کمیته است کاندیدایی که اعتراض داشته باشد و یا هم مورایی که در محلات به دست آوردن در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات برشان نرسیده باشد ای را تحلیل میکنه، تجزیه میکنه و برای کاندید قناعت میده. آقای نور میگوید که امکان دارد در جریان بررسی برخی از نامزدان بازنده جای نامزدان برنده را بگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نامزدان معرفی شده به سارنوالی کسانی اند که بیشترین تقلب را در روز انتخابات به نفع خود انجام داده اند. اما برخی از نامزدان معترض و بازنده انتخابات با ایجاد چنین کمیته های اعلام مخالفت کردند. چنین کمیته ها به جز مثلا ضایع کردن وقت کدام چیز دیگر نیستک. اما اساس کار عبارت از این بود که باید رسیدگی دقیق از طرف کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات شد. اما نور محمد نور در این زمینه چیزی دیگری میگوید. این کمیته درد این کاندیدای که اعتراض دارن فکر میکنم دوا کردن هم اعتراض با این کاندیدای متعرض هم ایجاد نشد. قرار است نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در کمتر از 2 هفته دیگر پس از بررسی شکایات های رسیده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام شود. در انتخابات 27 سنبله بیش از 4 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و حدود 1 میلیون رای تاکنون باطل اعلام شده است.